بریده بریده نمیدونم شما وصل میشدید، درد میشدید، این گفت رفت، این گفت اومد، نمیدونم اصلا تو ذهنتون مونده یا نه. کی یادشه برای اینکه من یک مسئله ریاضی حل کنم چه روش هایی میتونید پیشنهاد کنم برای حل هم مسئله ریاضی؟ راهکارامون چیه؟ کی یادشه؟ بگو. یک حدس زدن. بسیار خوب. دو، حل مسئله. دو، حل مسئله. برای حل هر مسئله روش های متفاوتی هست. شما لطفاً یواش حرف بزنیم، یعنی این یعنی قوی حرف بزنیم. مثلا روش نمادین، یکی نمادین، یکی الگوسازی، الگویابی، رسم شکل، دیگه یکی بلده هست، دیگه زیر مسئله، دیگه آفرین، هست و حالات نامطلوب دیگه. خب این قول به سرا به جا شما هم حرف میزنن، خب به جا شما هم میگم شما خسته میشید. خب یه بار همه با هم بگیم، برای حل یک مسئله، منی که میخوام مسئله رو حل کنم باید تشخیص بدم از کدوم راه شروع کنم بهتر و ساده تر میتونم به نتیجه برسم. مسئله من مسافرت از تهران به مشهد. روش هایی که من میتونم این مسافرت رو انجام بدم، یکی از اتوبوس استفاده کنم، یه راهشه. یه راهش از هواپیما استفاده کنم. یک راهش از وسیله شخصی خودم استفاده کنم. یه راهش از موتورسیکلت استفاده کنم. این وسایلیه که من میتونم مسئله من که رفتن از تهران به مشهد به چند روش میتونم انجام بدم. حالا کدومش بهتره بستگی به شرایطی قرار داره که من در اونجا قرار دارم. مثلا اگه پول داشته باشم، خب قطعا هواپیما بهتره. چرا؟ چون از زمان برای اون زمان کوتاه میشه، سریعتر میرسیم، خستگیمون به حد اقل میرسه، میتونیم بیشتر اونجا بمونیم. بعد از هواپیما اگر از نظر اقتصادی مشکل داشته باشیم، بهتره با چه وسیله‌ای بریم؟ اتوبوس بریم، ببخشید مثلا قطار بریم. خب باز راحت‌تر میشه رفت، استراحت میشه کرد. جانم کشتی از اینجا به اونجا چون دریا وجود نداره از کشتی نمیشه استفاده کرد. به این دلیل ما جانم خب حالا اگه ما بخوایم از ایران به یک کشور خارجی سفر کنیم، میگیم یا از راه زمینی باید بریم، یا از راه هوایی باید بریم، یا از راه دریایی. باید اون دیگه بستگی داره که کدومش به صرفه تره. پس کلن ما وقتی میخوایم یک مسئله حل کنیم، چندین روش کتابتون گفته. حالا این روش ها مهم نیست به ترتیب باشه، ما مسئله رو که میخونیم میفهمیم، یعنی باید بفهمیم از کدوم روش بریم راحت داره. چرا؟ اون روش ها برای شما مسئله رو چکار میکنن؟ ساده تر میکنن. یعنی گاهی که شما میگید من با رسم یک شکل مسئله ما حل میکنم، شکل دقیقا روی چشات نگاه میکنید، میبینید وقت دادن این چیز رو میبینه راحت تر میکنه برای خودش بفهمه تا اینی که بدون شکل. مگر خیلی خبره باشی که شکل تو ذهن تصور کنی، بگه این شکل اینجوری اینجوری اینجوری. خب گل بسر شما یکی از اون راه ها رو بگید لطفاً. با رسم شکل شما یه راه رو بگو. رسم الگو. الگو سازی شما رو بگو. حذف حالات نامطلوب شما یکی بگو.
حدس و آزمایش. شما یکی لطفاً بگید. چی؟ زیر مسئله. شما بگو. ضرب و تقسیم. ضرب و ما از الگوی صحبت میشه دو تا داریم. یکی الگویابی، یکی الگوسازی. فرق الگویابی با الگوسازی چیه؟ اصلا الگوسازی ما خودم داریم که الگوی رو تقسیم میکنم، ولی الگویابی الگوی از قدیم بوده ما ادامه شده. اون الگوی از قدیم بهت میدن وقت رو بمیبرید که این چطوری داره رشد میکنه. مثلا اعدادن بزرگ میشن، کوچک میشن، اگه بزرگ میشن جمع میشن، ضرب میشن. این میشه الگویابی. الگوسازی خودت بعد یه الگوی براش طراحی کنی. فرض کنید شما میخوای یه کارگاه تولیدی صنعتی ایجاد کنید، مثلا میخوای یه شیئی برای بچهای کوچک درست کنید، عروسکی مثلا. نیاز به چی دارید؟ یه قالب. قالبی که اون عروسک شما توش جا میگیره، به اون میگن الگوسازی. یعنی تو خودت یه الگوی از قبل ساختی، حالا اون مواد اولیه، اون ماشین میاد میریزه داخل اون الگو، بعد میره بیرون مثلا عروسکه به دست میاد. پس مهم اینه که ما بگیم روش ها تو ذهنمون باشه. شما یه دونه شو بگو سریع. یکی شما الگوسازی. نه، پس دوتا الگو داریم، الگویابی، الگوسازی. شما حدس بزنید، حدس و گمان. شما بابا رسم شکل. رسم شکل. شما سیر مسئله. زیر مسئله. زیر مسئله یعنی چی بچه ها؟ یعنی من یه مسئله که به هم میدن بیام برای خودم مسئله خودم مسئله هایی کوچکتر درست کنم، ساده کنم، یعنی به چند تا مسئله دیگه تبدیلش کنم. مثل اینه که شما یه نون سنگک خریدید، بعد میخواید به چند تیکش تبدیل کنید که بشه یه خوردش، بعد به سه تیکه بخوریم یهو میشه هر تیکش رو بخوریم؟ نه، باید اون تیکه رو لقمه کنیم تا بتونیم بخوریمش. پس برای حل یک مسئله ما میگیم اون مسئله رو به مسئله های کوچکتر تبدیل میکنیم، اون مسئله های کوچکتر رو میفهمیم، حل کنیم، بعد اون کوچیک‌ها رو که حل کردیم خود به خود مسئله اصلیه حل میشه. مثلا همین تقسیم ارشدی دیگه میگه در دستی ما که راحت‌تر بشه و تنیز کنیم، مثلا مثالی بخوام بزنم، فرض کنید میگن محیط یک مربع با مساحت یک لوزی برابر است. اگر مساحت لوزی مثلا 20 باشد، محیط مربع رو حساب کن. خب زیر مسئله هایی که توی این مسئله هست، اول باید بفهمیم محیط مربع چجوری به دست میاد. یه زیر مسئله میشه این محیط مربع میشود یک ضرب در 4. نه، اون مساحت میشه یک ضرب در خودش. بعد محیط لوزی مساوی است با چی بچه ها؟ محیط لوزی یک ضرب در چهار. مثل مربعه دیگه، لوزی یه چهاردلیه که چهاردلش با هم مساویه. فرقش با مربع چی بود؟ مربع چهار زاویهش 90 درجه است، ولی لوزی زاویهاش 90 درجه نیست. پس زیر مسئله من یه بار میام میگم محیط مربع میشه این، یه زیر مسئله. محیط لوزی میشه این، یه زیر مسئله. بعد گفته محیط مربع چهار برابر لوزی، این یه زیر مسئله. اینا رو یه دونه یه دونه حساب میکنیم، بعد یهو میبینیم خود مسئله حل شد. حالا جلسه قبل من چند تا تسته حل کردم، حالا نمیدونم اصلا متوجه شدید یا نشدید، چون تو فضای مجازی با اون قطع و وصل شدن ها یک کمی نظم بی نظمی داره. یک نظر ضعیفه. خب نبینید این تخته و دوربین با اونجوری یک کم سخته. بعد تو خونه شما میخواید با موبایل ببینید، موبایل های شما هم شاید خیلی قوی نباشه، مشکلات هست دیگه، گاهی باید آدم تحملشون کنه، چاره‌ای نیست. خب حالا شروع میکنیم یک مسئله با هم حل میکنیم. اولین کاری که انجام میدیم میگیم بچه ها از چه راهی بریم. شما باید بدونید تشخیص بدیم در هم تا غذاتون رو لطفا سریع داریم. سریع لطفا مثل شیر مرد اول شیر کاسمیزه نمون یا خدایی یکم لطفاً سریع‌تر. خب
لطفاً سریع بنویسید. خب تو سر کنید که حلوا میشه شیره، انگور میشه خربوزه. بگم خب لطفاً بنویسید. توپی را توپ فوتبال، توپی را از پایین به سمت بالا پرتاب میکنیم. بچه‌ها میدونید وقتی یه توپی پرتاب کنید یه مسیری میره دوباره چی میشه؟ برم میگرده. مثلا اگه 10 متر رفته چند متر میاد پایین؟ چون بستگی داره به هوا هر سا کن بیا بوده مستن خواستن بزنیم میمیره به بالا. ما کنون وقتی میگیم به بالا یعنی به هوا. بله. خب وقتی میگیم به بالا پرتاب میکنیم یعنی مستقیم. یعنی بذاری دوباره چیزه میمیره؟ میدونم اگه 20 متر بره بالا چند متر میاد تو؟ 20 متر میمیره. همه اندازه که رفته همه اندازه هم میاد. بله. پس شد چی؟ توپی را از پایین به سمت بالا پرتاب میکنیم. اگر به ارتفاع 100 متری برسد و در هر برخورد با زمین ربع مرحله قبل بالا برود، ربع مرحله قبل بالا برود، مشخص کنید در مرحله چهارم که به زمین برخورد می کند چند متر مسافت پیموده است. خب بس یه بار همه با هم یادم برم و در از اول میکنم ببینم کجاش. توپی رو از پایین به سمت بالا پرتاب میکنیم. اگر به ارتفاع 100 متری برسد و در هر برخورد با زمین ربع مرحله قبل بالا برود، مشخص کنید در مرحله چهارم که به زمین برخورد می کند چند متر مسافت این بوده. جان خصوصی که بچه ها خواب بوده داره میرسه. خب الان به نظر شما این مسئله رو از کدوم یک از اون رویه ها بریم ده داره؟ میشه هم گذرستی شکل نظر چی؟ الگوسازی. بلدی که الگوشو بگیم؟ خب بیا الگوش از را الگوشو ببینیم چیزی رو از را الگوشو ببینیم. پس این الگو نیست، این شکله. از راه شکل میشه اینو شکل جلو چشید باشه چقدر رفت چقدر اومد پایین. این میشه روش شکل، یعنی اون مسیرهایی که داره حرکت میکنه تو داری شکلشو ترسیم میکنی. این الگویابی نیست. مرسی از این نمیشه. من هم با هم هر کنیم تقدر بفرمایید. خب اون این شکل همون فلشه اون پیگانه یه شکل رو داره ترسیم کنه. دقیق بفرمایید فرض کنید این زمین باشه، این زمین لطفا ننویسی اول توش بدید یاد نگیرید بعد آخنه. خب از زمین تو بالا میره چقدر رفت بالا؟ خب اینجا میمیسم سر متر. همین سر متر هم بر میگرده جانم. اگه مثلا کج نمیشه نه، مستقیم زمین بره به سمت بالا.
خود مسئله میگه به سمت بارا. اولین بار برخورد با زمین، برخورد اول. خب تا اینجا چند متر رفته؟ گل بزن ننیمیز لطفا. صد رفت، صد اومد، او هم میشه چند؟ پس مرحله اول به 20 متر رفته، یعنی در اولین برخوردش به زمین به 20 متر یک کرده. خب حالا به زمین خورده، دوباره میره بالا. چقدر میره بالا؟ ربع مرحله قبل، ربع صد. برای پیدا کردن ربع مسئله چهار تقسیم کنیم، برا سلس به سه، برا نصف به دو، برا خمس به پنج. صد تقسیم بر چهار کنیم چند میشه؟ برو بر شما. پس 25 تا میره بالا، 25 تا میاد پنجا. پس در مرحله دوم خب چقدر شد؟ پنجا. خب حالا برخورد کرد زمین، دوباره میره بالا. چقدر میره بالا؟ ربع 25، یعنی 25 رو تقسیم بر 4 کن. 6 4 تا 24 تا 4 از 5 1، یه دونه صفر بذار، یه ممیز. 10 به 4 تو 10 چند تا 4 تا داره؟ 2 تا. دو تا چهار تا هشت، از ده تا هشت تا چهار بذاریم، یه دونه صفر، بیست به چهار پنج. اما یه موقعی ممکنه شما این تقسیم اعشاریه یادتون رفته باشه. خب یه تقسیم کنید، همینجوری بنویسید 25 4. پس 25 4 میره بالا، 25 4 هم میاد پایین، رو هم میشه. دو تا 25 4 میشه چند؟ مخرج ها رو 25 4 به اضافه 25 4 دو تا کنست داریم، مخرج ها میشه 50 4. این میشه مرحله چندم؟ گفته مرحله چندم؟ چهارم. یه مرحله دیگه میره بالا، چقدر؟ ربع 25 4. 25 4 تقسیم بر 4 کنیم، 25 رو می‌نویسید، تقسیم می‌شد ضرب مخرج 1 به 4 دیدید، 4 یکم رو بارون می‌کنید، معکوس می‌شن 1 4. مخرج 1 می‌بینید، صورت تو صورت ضرب مخرج تو مخرج. 25 4 رو می نویسید، تقسیم میشه ضرب، معکوس کنید 1 4. صورت در صورت، مخرج در مخرج، در دیما می شود 16 4 4. نمی شود درش، می شود 16. پس 25 16 میره بالا، 25 16 هم میاد پایین. این هم میشه جمع بزنید، یکی از 16 ها رو می نویسید، صورت ها رو با هم جمع کنید، 25 میشه 50 شون. پس اینشون مرحله چندم؟ حالا اینا رو جمع میکنید. خب حالا یک گل پسر بگی من چجوری اینا رو جمع کنم. آه مخرج مشترکمون چند میشه؟ 6 16 4 4 مخرج مشترک 16 این دوتا رو جمع بزنید میشه چند؟ 250 250 به اضافه 54 به اضافه 54 استاد 54 رو بکنید 216. خب اجازه بدید مخرج مشترکمون برای این سه تا، اینم مخرج یک بدید،
برای هر سه تا مقطع مشترک رو می‌گیرن 16. خب اگه به کار فرشته باید کمتر حرف بزنیم، بیشتر گوش بدیم لطفاً. کسر اول مخرج رو 16 برابر می‌کنم، صورتم 16 برابر میشه 250 ضرب در 16 یک ضرب در 16 به ازاره. کسر دوم مخرج رو چند برابر میکنم؟ ضرب در 4 4 میکنم. چرا؟ چون 4 4 تا میشه 16. بله صورتم ضرب در 4 استاد باش بفهم. به اضافه کسر سوم هم بفرمایید خودش میدید خودش میدید. حالا مخرجا هر سه با هم برابره، وقتی سه تا کسر دارید مخرجاش مثل همه چطوری باید با هم جمع کنید؟ یکی از مخرجا رو می‌نویسیم، صورت‌ها رو با هم جمع می‌کنیم. خب مخرجامون که همه 16 اینو ضرب در 16 کنید 25 16 6 5 3 6 15 1 5 1 2 0 در 4 4 سر. این 200 اونم 50 400 و 200 600 میشه 650 16 اینقدر مسافت طی میشه. این شد روش چی؟ و چرا دیگه هم کردیم؟ برای رسم شکل. این یه شکل برای رفت و برگشت اول، شکل دوم، سوم، چهارم. لطفا بنویسید خود قلم کاغذ تو در رو بیدید چون آخرش رو نکنید. اینا رو چون تو کتابتون هست من میگم، وگرنه شما اگر اصلا بلد نباشید این چه روشی اصلا ضرر علمی نمی کنید. مهم اینه که بلد باشید من کنید. یکم لطفا سریدن یواشتر اینجوری هم نمیدون، اگر سریع بنویسید نابود میشین. یکم یواشتر کاری کرده آفایی Yeah.
این صورت داره بابا. نه شما اول نه که من خواستم از زمانم درست استفاده کنم. استاد همه نمیشید تمرین قبل؟ بله. یکم یواشتر همه این میدید دست نیاز دارید برای آینده که باش قطع بخونید. میدونم همه این رفتی اگه اینجوری ادامه بدین درسا خش و مسئله هم میدید، ولی یه مسئله آدم بفهمه به از اینه که سر تا هر کنیم هیچی مدرجه نشید. من دوست دارم امضا شما انشاءالله بشید تو این مدرسه، این کلاس بشه تو سر تهران بشید بهترین کلاس، و این برای همه تون این شایستگی وجود داره که بدونید اون درجه برسید. خب صورت مسئله دوم رو بنویسید لطفا، بنویسید با توجه به الگوی زیر. سوال دوم، با توجه به الگوی زیر در مرحله پنجم چند مثلث وجود دارد؟ در مرحله پنجم چند مثلث وجود دارد؟ نه اجازه بده همه عزیزان فکر کنن بعد میگن کی بلده، بعد شما اگه تونستید فرض کنید. بچه این روش میشه روش چی؟ استاد من خواستم از این الگویابیه یا الگوسازیه؟ الگویابیه. شما خودتون یه الگوی ساختید برای شما مسئله مسئله الگوی رو به داده، این بهش میگن روش الگویابی. استاد من خواستم یه الگوی عددی از این بسازم، بعد من خواستم که الگو سازیم. خب وقتی حلش میکنی یعنی مسئله که به داده در اصل یه الگویابیه، حالا ما از هر روشی که برادیم هرمونی نیچ ایراد نداره، روشی انتخاب میکنیم که ساده ترین باشه. حالا ممکنه به نظر شما مثلا یه الگوسازی براش بکنی خوبه، یکی میگه یه جور دیگه، که این بستگی به نظر و دید تک تک بچه ها داره. خود بذار شما میتونی بگی من چه کار کنم برای همه این؟ مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم، ما میخواییم بفهمیم تو مرحله پنجم چند تا مثلث داریم. شما لطفا بگو در مرحله اول چند مثلث داریم؟ اینجا میسم تعداد مثلث تو مرحله اول یه دونه، در مرحله دوم تعداد مثلث چند تا داریم؟ مثلث چه کار میگم؟ اگه میگفت کل مثلث ها چش در اومده؟ کل مثلث ها اینجا یکیه پنج دارش بزرگه هم خودش قبول، ولی اینجا منظورش مثلث های کوچولو رو خواسته. چند تا میشه؟ چهار. در مرحله سوم تعداد مثلث ها اینجا چند تا مثلث داره؟ 10 تا. 9 تا. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. خب حالا قول بذار شما چجوری فهمیدی تو مرحله پنجم چند تا داریم؟ آقا شمارش رو زبر خودش میگه. میگم در مرحله پنجم چند تا داریم؟ 25 تا. آفرین. یکم براش بزنید لطفاً. نگاه بچه‌ها این یک همان یک ضرب در یک، 4 همان 2 ضرب در 2، 9 همان 3 ضرب در 3. پس من و شما دانش آموز عزیز نتیجه میگیریم تعداد مثلث ها میشه شماره شکل ضرب در خودش، شماره یک، یک ضرب در یک، شماره دو، دو ضرب در دو، شماره سه،
سه ضرب درسه. خب تو مرحله چهارم میشه چند؟ چهار ضرب در چهار. تو مرحله پنجم پنج ضرب در پنج میشه 25. پس یه دفعه دیگه ضرب یک به اضافه سه کنیم چهار، چهار به اضافه سه کنیم گیری میشه نیم؟ نه اونجوری نیست. همیشه نظر دادن ایدئاله، حتی اگر نظر چی باشه؟ اشتباه باشه. چرا؟ چون آدم تو مراحل بعدی سعی میکنه با فکر پاسخ بده و عادت میکنه نظر بده به خودش اطمینان پیدا میکنه در جمع میتونه بگه منم هستم. این سعی کنید همیشه انشاءالله در هر جمعی که هستید ارائه نظر بدید. یه روش دیگه کرد اینا هر کدوم خود مثلا یک به اضافه سه شده چهار، حالا دو تا به سه که نفل عوض شده بود اضافه میشه میشه چهار به اضافه پنج نو، بعد پنج به اضافه دو میشه دوباره میشه هفت، بعد نو به اضافه هفت میشه فقط چهار. یعنی این که یکه این اینو چکار کنیم؟ چهار به دست بیارم به اضافه سه میکنیم. بعد اینو چکار کنیم؟ بعد به اضافه پنجش میکنیم. بعد اینو چکار کنیم؟ به اضافه هفتش میکنیم. بعد اینو به اضافه خب یعنی الان بگم در شکل سبون چند داره میتونی سریع بگی؟ نه. پس اون الگو ارزشی نداره. الگوی خوبه که تو راحت بتونی. حالا بگی تو شکل هزاران چند هم مثلث داریم؟ یک میلیون. چشه در یک میلیون هزار ضرب در هزار چند تا صفر داره؟ هزار ضرب چهار تا، هزار ضرب در هزار شش تا صفر میشه یک میلیون. راهنی خوبه که خیلی ساده در آن واحد ما بدونیم اون جواب مثلا رو پیدا کنیم. میدونی آبو چرا میدونی؟ خب این هم روش چی بود؟ الگویابی. لطفا مثال بعد، مثال بعد سریع بنویس. یه دقیقه موقع چی آب بخوری به ساعت کنم اگر ننویسی بعد فردا تو خونه چجوری میخوای یاد بگیری عزیزم؟ آره زمان بکش سریع بنویسش. اگه کسی ننویشته سریع لطفا بنویسه. سریع لطفا بنویسید. بابا نوشتیم؟ اونایی که ننویشتن سریع لطفا بنویسن. سعی کنید از این به بعد ضمن حرف مسئله که معلم تدریس میکنه بزرگواری کنید شما حل نکنید، گوش بدید. وقتی حل کردید فرصت میدید که شما یادداشت کنید. این باعث میشه که ذهنتون همتون در آن واحد با تخته باشه و بیشتر یاد بگیرید. سریع روز من خب نوشتید؟ لطفا بنویسید. مثال بعد بنویسید با توجه به الگوهای زیر، با توجه به الگوهای زیر سه عدد بعدی هر الگو را مشخص کنید. سه عدد بعدی هر الگو را مشخص کنید. اینجا جایزه دارید. هر کس نگه فقط بنویسید و من بیام نگاه کنم. این میشه چی؟ الگوسازی یا الگویابی؟ الگوشو بهم داده میشه الگویابی. وقتی خودش الگوی رو بهت میده تو که نمیری الگوی درست کنی که بگی الگوسازیه، یعنی ساختم، خودش ساخته برات. خب لطفا بنویسید. اولی خیلی سخته، حواستون باشه. پنج نو خط تیره، خط تیره تو این خط تیره شما سه عدد بعدیشو بنویسید. بنویسید فرد خیلی جایزه داره. باید نگاه کنید ببینید عددها چجوری روش کردن، بزرگ شدن، کوچک شدن. اشتباه باشه؟ اشتباه هم کردیم ایرادی نداره، اصلاح می‌کنیم.
هم گردی خدا نکنه تمام کنی بابا من نیاز داری بخواهی 30 سال انشاءالله اونو بایزت داشته باشه تموم نگردی نوشتی مسئله تمام شد هر شد ولی تموم گردی خوب نیست خود شد خب چند بی اضافه گردی چهار رفت این چهار رفت از اینجا بعد این رفت ماشاءالله خیلی بردی آره بردی خیلی سخت دو بردی یک چهار نو شونزده یک دو خط زیر استفاد اینا رو کامل کن سریع پیره مرداش سریع پاسخ بده من چشم رو باید نکم آقا من فیلم میکنم میخواب فیلم میشه من یادم نه شد این نمت رو بیدیم نه گذارم شد مسئله هم شد یه دونش خبر دو داشت خبر درست مرسی شما باید بزر شما باید من نسکنه نگردی ای پیره من بزرگ با شما تو تمام شد رئیس چشتون در حال همین بالاییه همین بالاییه یه چهار نو همون بالاییه ای بمیون برا من یعنی ای بالایی نکن هر عددی شماره شو در خود ضرب کن یک ضرب در یک دو ضرب در دو سه ضرب در سه چهار ضرب در چهار این میشه چند؟ پنج ضرب در پنج این میشه شش ضرب در شش این میشه هفت ضرب در هفت حالا بگم صدومیشو پیدا کن ده هزار آفر میشه صد ضرب در صد ده هزار جا افتاد توان پارسال بهتون گفتم نه این ما هنوز از امسال تقریب این اومدی دوره دون توان چیه پس اینجا یادتون باشه شماره عدد رو در خود عدد ضرب کردیم حالا اینی که میگم جایزه داره تو این که میگم آقا میگه اولی من ادامتون رو باید در اونجا بگم این جایزه رو گرفتم نگران نما آقا جلسه قبلی رو من جایزه خب باید بذاریم یه نظم اینا رو یادداشت کن برای سفر چند تا جایزه بعد یه بار همه رو میاریم ان شاء الله این دو جایزه آم؟ ان شاء الله این دو جایزه نه 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 ان شاء الله آخر ترم با هم هر کس از من جایزه میگیره لطف کنه بالای صفحه‌اش بنویسه و من به شما اطمینان میدم که شما درست بنویسید و من هم پاسخ شما رو خواهم داد یک دو سه پنج یک خط دو خط سه خط نگید بنویس نه تقلب بده اونایی که عشق ریاضی دارن میتونن این نگو لطفا بنویس نه چون باید بچه ها نمیتونن فکر کنن بعد اجازه بدیم همه فکر کنن لطفا بنویسید هر که نوشته بنویسید من نگاه میکنم مرسی عزیزم خدا به شما برکت بده یکی هر نگرد شما هر نگرد شما هم هر نگرد آفرین شما هم هر نگرد هر نگردی تا خود گردی با سعی کنیش و هر نگردی ولی تبونی بو خود بر نیست شما گن زدی بهش خود بزر شما خود بزر یه جایش آفرین
هر عدد میشه جمع دو تای قبلش. بله. آقا یکی علاوه دو میکنی میشه سه، سه رو برابر بعد میکنی میشه هشت. اولی یک، دومی یک، اینا ثابت هم. ولی شماره سه میشه جمع دو تای قبل. شماره چهار میشه جمع این دو تا. شماره بعد میشه جمع این دو تا. پس من بعد میخوام اینجا رو پیدا کنم، بعد این دو تا رو جمع بزنم. هشت. اینجا بعد این دو تا رو جمع. اینجا بعد این دو تا. اگه گفتید این اسمش الگوی چی بود؟ عدد فی. نه. رابطه عدد با چی؟ فی و نات چی؟ یه دانشمند. فی و نات چی؟ این بهش میگن تو ریاضی دنباله فیبوناچی یا الگوی فیبوناچی. الگوی فیبوناچی یه دانشمند ریاضی بوده، پسر خاله حسن آقای یکی از دانشمندهای ریاضی بوده. خب این شیوه شیوه الگوسازی بود یا الگوی یابی؟ الگوسازی یا یابی؟ یابیه. شما الگوی نساختی، خود مسئله داده. مثال بعد گفتم آقای نه، مثال بعد جایزه ندارم. بنویسید آقا من چی ندارم؟ بنویسید مجموعه دو زاویه 5 درجه است. مجموعه دو زاویه 5 درجه است. هر کدام از آنها چند درجه می باشند؟ لطفاً فکر کنید، پاسخ بدید، بعد من میام برای سرتون نگاه میکنم. خواهشم با دقت از اون مغز طلاییتون استفاده کنید. مجموع دو زاویه 5 درجه است. آن دو زاویه را مشخص کنید. نشو این در شما نمیست لطفاً هرچی. خب این در شما ما که تو آسمون گل بسر شما هم تو زمین. خب این خب نداره. میگه دو تا زاویه پیدا کن که اندازه هاشون با هم جمع کنی بشه 5. شما گو بسیار کن. آقا زاویه های چند درجه یه دوتاش مساویه هم وقتی تقسیم کنید. خب نها گل پسرا این روش حدثه. من حدث میزنم یکیشون یک بوده یکی 4. شما حدث میزنید یکیشون 2 درجه بوده یکی 3 درجه. ایشون حدث میزنه یکیشون 4.5 درجه بوده یکیشون نیم. یعنی این شیوه پاسخ دادن، چون خیلی دو عدد میتونید پیدا کنید که جمعشون بشه چند؟ 5. پس حدثی که من میزنم با حدثی که ایشون میزنه ممکنه یکی باشه، ممکنه یکی. این میگن شیوه چی؟ حدث زدن. من حدث میزنم یکی از اون زاویه ها 1.5 بوده، دیگری چند بوده؟ 3.5 بوده. شما حرف میزنید یکیشون 4 بوده، پس یعنی 1 بوده. این میگن شیوه حرف زدن برای پیدا کردن جواب مثلا. حالا یه دونه مثل شیر به سرای ایرانی حل کنیم. لطفا بنویسید. بنویسید سریع. تفاضل دو زاویه برابر 30 درجه می باشد. آن دو زاویه را مشخص کنید. آفرین. تفاضل دو زاویه 30 درجه است. آن دو زاویه را مشخص کنید. یعنی تفریق. تفاضل یعنی تفریق.
تفریق کردن دو عدد رو بلدی دیگه. مثلا در منهای 4 میشه 6. حالا دو تا عدد بوده از هم کمشون کردیم تفریق کردیم، ایراد نداره، این هرچ میزنیم، هر کس میتونه یه پاسخ بده، هیچ ایرادی نداره. بسیار خوب، بسیار خوب. یکیشون بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. یکی از بچه ها حد زده 45 و 45. درسته دیگه. چند میشه گفتیم جمعشون چند باشه؟ درست جمعشون گفتم. یعنی اصلا گوش نمیدید، کلن مسئله رو نمیدید، حواس نیست، میخواید پاسخ درست بدید. من الان اگر به جایی میگفتم یکی رفته سبزی بخره، چقدر سبزی خریده، اما اون جواب این رو بشین داده. ما دنبال دو تا زاویه هستیم که وقتی اندازه هاشو از هم تفریق کنیم جواب بشه چند. خب یکیش 90 بوده، یکیش 60. این هم علامت درجه. 90 منهای 60 میشه 30. خیلی جفت اعداد پیدا میشه. این حدسایی یک گل بزن گفته 80 و 50، اینم درسته. 80 منهای 50 میشه 30. یکی ممکنه بگه 40 درجه و 10 درجه. 40 منهای 10، یکی 100 و یکی 70. اختلافشون پس این هم روش 130 منهای 100. یعنی خیلی راهلهای متفاوت براش میجاد. این شد مرسی، این شد روش حدس زدن، حدس و جمع. خب بریم بعدی، مثال بعد لطفاً سریع. با توجه به تساوی زیر، با توجه به تساوی زیر در داخل مربع عدد مناسب. متوجه چی؟ با توجه به تساوی زیر عدد مناسب در داخل مربع عدد مناسب قرار دهید. سه ضرب در 5 منهای یه مربع مساویه داخل این مربع شما میخواید یه عدد قرار بدید. خب من چی کاری میتونم برات انجام بدم؟ بگو انجام بدم. اگه میخواید بس بریم بیرون یکم پنجره رو باز کنم، گل بزرم اون پنجره رو اگه باز کنیم که بچه ها هوا بکنم. خب شما چند گذاشتید؟ هشت گذاشتید. بگیم سه پنجا میشه چند تا؟ بگیم پونزده ها هفت تا شو بذاریم کنار چند تا بگیم؟ بس اینجا میخونیم هشت رو. این هم ممکن بود من بنویسم مثلا 5، بعد درست نشه. یعنی من حدسی زدم، حدسم چیه؟ غلطه. خب بریم مثال بعد. مثال بعد، چند جفت عدده؟ چند جفت عدد می توان پیدا کرد که حاصل ضرب آنها برابر 12 باشد.
چند جفت عدد می توان پیدا کرد که حاصل ضرب آنها 12 باشد. من میام بچه ها این اینجوری حل می کنم، چقدر بفهمید؟ جفت یعنی 3 تا یا 4 تا؟ 2 تا. آخر یعنی 2 تا. وقتی میگن یه جفت یعنی 2 شی. یه دایره می کشم، یه مربع میشن یه جفت شی. اینا رو تو هم ضرب کنم جواب بشه چند دادیم؟ 12. حالا کی میدونه؟ این چند بذارم؟ 6 بذارم. چرا؟ 6 نه 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 اینجا حدس نیست، حدس وقتیه که فقط یه جواب داشته باشه، یه حالت رفت بده و تا هی حدس میزنید اون حالت رو پیدا کنید. اینجا هر حالتش یه جوابه، یه جفت عددتون میشه 6 و 2. من برای اینکه تمام جوابهای این مسئله رو پیدا کنم دقت کنید من از کجا شروع میکنم، شما هم همیشه عادت کنید از اونجا شروع کنید. من اینو پا کردم، همیشه از یک شروع میکنم، میگم یک ضرب در چند میشه یه دو، بعد از یک عدد بعدی دو چند ها این دو جواب، بعد 3 چند ها، بعد 4 چند ها همینه، بعد 5 چند ها. معکوس یعنی چی؟ بهم بگو. معکوس یعنی مثلا توی چی؟ مثلا برعکس میکنی، میچرخونی توی ضرب، مثلا به جای 2-6 نیستیم 6-2. این که این جمله جمله درستی نیست از نظر ریاضی، یه جمله کاملا نادرسته، چون ما اصلا این اصطلاح رو نداریم معکوس کنیم، بگیم جا به جا کنیم. جاشون چی کنیم؟ تعویض کنیم. 3 رو جا 4 بذاریم، 4 رو جا 3. بهش میگن جا به جایی ضرب. معکوس در اینجا اگه بیان کنیم نادرسته. بچه ها وقتی میگن یه جفت عدد 3 و 4 این جفت قبوله یا این جفت؟ قبوله یکی هم. یه جفت اون یه جفت ضربشون چند میشه؟ این چهار اونم چهار، این سه در اونم سه، اینا هر دو یه جواب حساب میشن. پس چند جفت وجود داره؟ سه. پس جواب مسئله شما که میشه چند؟ مسئله رو خوندید اصلا چی ازتون میخواد؟ چی خواسته؟ آقا دو جفت، دو جفت، این یه جفت، این دو جفت، این سه جفت، چند جفت عدد سه جفت عدد هم میتونید پیدا کنید ضربش بشه 12. یه دونه دیگه لطفا، چند جفت سریع ببینید، اگه گفتی این چه قرشی بود الگو سازی، من خودم یه الگو درست کردم، اون دایره و این مربعه بینشون ضرب گذاشتم واسه 12، این یه الگویه. حالا من قالبه، حالا توی اون قالبا من هی عدد میریزم به شرطی که ضربشون بشه 12. این میگن مثلا الگو سازی. سوال بعد این باید بعد دوه تو تا 6 تا میشه 12. پس بچه ها 2 و 6 با 6 و 2 در اینجا هر دو یه جواب محسوب میشه. خب لطفا بنویسید مثال بعد، بنویسید حاصل عبارت چی گفته بودم؟ چند جفت بچه ها نوشتم برای مثلا یه مسئله دیگه بودم، چند جفت عدد
طبیعی. من این کلمه طبیعی رو براتون توضیح بدم. طبیعی از چند شون میشه؟ یک بعد چند تا بزاری میشه؟ یه دونه. یک، دو، سه، چهار. پس یادتون باشه مثلا یک و نیم طبیعی نیست. چی کار کنم؟ من هیچ با این قسمت های برقی کاری ندارم. خود مختاره. برق یکی بگیره بعد نگن معلومه گفت و پنجره رو روشن. هر جوری خودت دوست داری. لطفاً بنویسید. چند جفت عدد طبیعی وجود دارد که ضرب آنها 23 می شود. که ضرب آنها 23. روش الگوسازیه. یه دایره یه مربع بینشون ضرب مساویه 23. از اون مغز طلاییتون استفاده کنید یه چرت هم بزنید ببینید جواب چند می شود. مساوی 23. الگوز رو پیسر کنید. وای نیستید همیشه من بیام بالا سرتون بگم این کارو انجام بدید. پیره مردور بود ایداده میدارم جانم. شما عزیزم الان باید یه عدد اینجا بذاری. یکی اینجا که ضربشو بشه این روز بر تقیه من چشه درست سه هشتا میشه بیچار دارم اون بسیار خوب. اینجا آب بدهی؟ خب بزن. شما نمید پیدا نگردی؟ زور رو قرص قضا باید بگیم. خوبه. شما چرا تکونی به خودت نمیدی بابا جا؟ درود بر شما. مرسی. آفرین. عزیزم من کاری ندارم. مسئولیت این بوده خودم. نه بوده خودم. دیگه نه بوده. راحت گرده. بچه ها فقط یه گفت وجود داره. یکی 23. پس فقط یه جفته. یکیش عدد یک، یکی عدد 23. مثال برمتن حاصل عبارتهای زیر را به دست آورید. حاصل عبارتهای زیر را به دست آورید. پرانتز باز یک، منهای یک دوم، پرانتز بسته زب در، پرانتز باز یک، منهای یک سوم، پرانتز بسته، پرانتز باز یک، منهای یک چهارم، زب در سه تا نقطه، زب در یک، منهای یک دهم. حاصل این لطفاً نگید، بنویسید تا ما لذت ببریم از داشتن دانش آموزای خیلی خوبی مثل شما. سریع لطفاً. راهنمایی می‌کنم؟ نکنم باشه. عزیزم بابا جان اینا منهای اینا ها کن برونه تو زر بگذاشتیم. خب هر کاری انجام میدی انجام بده. کجا بابا اونه این بابا بسیار الان دو تا از بچه ها پاسخ داده. چی؟ یعنی یه دونه سوال تیز شما بود. ما هم روزه شما رو تیز خواهیم کرد که اگر
دبیرستان اینجا نداشت، خواستید برید دبیرستان، برید تیز بشن. بدانید خداوند انسان را یه طوری خلق کرده که از هیچ به همه چیز میرسه، اگه خودش بخواد، اگه خودش بخواد. خودتون اگه بخواهید به همه جا خواهید رسید. اون کسی که دوز میشه خودش میخواد، اون کسی که پروفسور میشه خودش میخواد، مطمئن باشید. اولین کسی که قلب مصنوعی رو در دنیا کاشفش بوده میدونید کیه؟ کیه؟ پروفسور موسیمن. آفرین، درود برده. حالا پروفسور موسیمن کی بوده؟ چوپان همدان. آفرین، در توسرکان استان همدان یه شهر داره به اسم توسرکان. ایشون تو یکی از بچه یکی از روستاهای اون شهر بوده، بعد چوپون بوده. خودش میگفت من اینو از زبان خودش شنیدم، تلویزیون گوش میدادم. میگفت وقتی همراه گوسفندا میرفتم صحرا، کتاب من با خودم میبردم. الان چون خودش خواسته اولین نفر میشه دیگه. میدونید از نظر انسانیت چقدر به بشریت خدمت کرده؟ یعنی تو اگر کل دنیا رو جا به جا کنی به اندازه اون نخواهی کرد. چرا؟ چون اون هر لحظه ممکنه یکی مشکل قلب داشته باشه و بین بره، ولی اون باید شده که چند سبایی دیگه 10 سال، 20 سال، 30 سال، 100 سال زندگی کنیم. پس ما میدونیم از هیچ و همه جا برسیم. الان مثلا تو خونه اینترنت داری، لپتاپ داری، قطار داری، مکان خوب داری، پدر مادر رو خوب کنارت هست، مشکل اقتصادی نداری، همه اینا با هم فراهم داریم، ولی باید سعی کنی ازشون درست استفاده کنی. بعد کنار تو هم باید یه معلمی باشه که بفهمه چی بهت بگه چی نگه. چون یکی از ایراد ما بچه های ناموفق هستیم، مربی های کنارمون هستن ممکنه نتونن راه رو به ما نشون بدن. مهم اینه که تو دانش آموز بفهمی که این چیزی که الان معلمتون میگه فهم داره وقتی تو تلف کنه یا لازمه این رو برد باشی. این خیلی مهم. شما پارسال کتاب کار داشتید؟ بزرگترین ضربه‌ای که بهتون زده همون کتابکارا بوده. کتابکار چه معنی میده؟ اصلاً کتابکار چه معنی میده؟ هیچ معنی نمیده. یعنی تو رو چیکار میکنه؟ تنبل میکنه. اینجا تو تنبل میکنه. مغز که تنبل بشه دیگه کارایی؟ باید تو خودت بدونی مسئله بسازی. بعد نه بابا، از اول گفتم یه معلمی ببخشید، یه معلم، یه مربی باید کنار تو باشه که بفهمه چی بهت بگه چی نگه. اون کتاب کار 100 تا مسئله توشه، 90 تاش آشکار، 10 تاش دردتون می‌خوره. خب تو اگه نمی‌فهمی اون 10 تاش کدومه، سر کار می‌ذاری. تو من کتابای کار چیزی شام نشون. جانم؟ نه دست بردید. مرسی. جواب شد چند بچه‌ها؟ یک دهم. ایشون 10 آورده، شما 1/10 آوردید. حالا ببینیم چند میشه. بچه ها اول یادتون باشه 2/2 خیلیه یا 1؟ 2/2 1/2 بزرگه یا 1؟ مساوی هم. 5/3 بزرگه یا 1؟ کسری به صورت و مخرجش هر دو مثل هم باشن چیجه میگه. پس من میام چکار میکنم؟ به جای این یک میمسم 2/2. چرا 2/2؟ چون مخرج کسر دوم هم 2ه. این قدم اول. به جای این یک میمسم چند؟ 3/3. به جای این هیچ روشی غیر از این وجود نداره. بخاطر ذهنی مگر؟ منظورش من دارم توضیح میدم که منم که خودم ضعیفم بتونم یاد بگیرم. جان استاد جمعی یک دو دقیقه ای داشت بچه ها زنگ نفرش. یک رو بنویسیم 4/4. ضرب در چند نقطه؟ این یک رو بنویسیم 10/10. خب حالا دو تا
مشترک هست وقتی مخرجاشون مساویه بخواییم از هم کم کنیم یه دونه از مخرجاش می‌نویسیم صورت ها رو از هم تفریق می‌کنیم دو منهای یک زب دو سه منهای یک دو چهار منهای یک از این همین جوری گیره آخریش میشه نو دم حالا دقیق بفهمید صورت کسر دوم با مخرج اولی یکی اینو با ای میزنیم اینو با ای میزنیم اینو با ای اینجا هم قبل شن بوده اینجا هشت نهم بوده نو هم با نو میره هشت هم با ای قبلی رفته از صورت اولی یک میمونه از مخرج همه شونم فقط دم پس بسیار ساده قشنگ خسته نباشید بسیار مشکر ممنون بشید نه داشت اگه داشت از اول میگفتم سوالای خیلی سخت رو تشویق نمیدونم آقایان محترم 5 دقیقه زنگی تفریح دارید داخل حیات به هیچ عنوان به هم نزدیک نمیشید به هیچ عنوان به هم نزدیک نمیشید